این کشتی ها منحصراً برای حضور در عملیات نظامی طراحی می شوند و از این رو مقاومت بالایی در برابر صدمات دارند. در ادامه این ویدیو نگاهی به 8 مورد از بزرگترین کشتی های جنگی جهان خواهیم انداخت. شماره 8، ناوشکن هلیکوپتر بر کلاس ایزومو. نیروی دریایی ژاپن تا کنون 2 مورد از بزرگترین کشتی های جنگی دنیا را با 248 متر طول به کار گرفته است. یکی از این 2 کشتی ایزومو و دیگری کاگا نام دارد. کلاس ایزومو شامل بزرگترین کشتی های نظامی در ژاپن از زمان جنگ جهانی دوم به بعد است. با وجود اندازه بزرگ، این ناوشکن یک کشتی پدافندی نیز محسوب می شود. با توجه به قانون اساسی ژاپن مربوط به دوران پس از جنگ جهانی دوم، ایزومو مجهز به تسلیحات ضد کشتی و ضد زیردریایی است. علاوه بر این، گفته نیست که قدرت اصلی کشتی فوق به ظرفیت آن برای جایدهی پرنده های نظامی بستگی دارد. کلاس ایزومو قادر به حد اکثر 28 فروند هواپیما می باشد و برای برخاست و فرود همزمان 5 بالگرد نیز دارای باندی اضافی است. به غیر از امکانات نامبرده، یک فضای باربری با ظرفیت 50 وسیله نقلیه هم وجود دارد. به کمک 4 توربین گازی به قدرت 112 هزار اسب بخار، این کشتی می تواند به حد اکثر سرعت 55 کیلومتر در ساعت دست یابد. شماره 7، ناو کلاس کیروف. کلاس کیروف از جمله ناوهای نیروی دریایی روسیه و در شمار بزرگترین ناوهای عملیاتی دنیاست که حتی به آنها لقب دژ عظیم دریایی روسیه را نیز دادند. این ناو با طول 252 متر در واقع یک کشتی تهاجمی به شمار می رود. قدرت 140 هزار اسب بخاری کیروف توسط یک سیستم پیشران ترکیبی متشکل از راکتور هسته‌ای و توربین‌های بخار تأمین می‌شود. مجموعه این 2 می‌تواند حد اکثر سرعت 59 کیلومتر را در اختیار کلاس کیروف قرار دهد. این کشتی بزرگ مجهز به انواع موشک‌های ضد کشتی، موشک‌های هوایی، اژدرها و همچنین سلاح‌های ثابت است. کیروف می تواند در مجموع 3 بالگرد و 710 نفر خدمه را حمل کند. شماره 6، کشتی تهاجمی دوزیست کلاس واسپ. از نظر تعداد کشتی ها و همچنین شمار بزرگترین کشتی های جنگی، نیروی دریایی آمریکا در سطح جهانی رکورددار است. بین سالهای 1989 تا 2009، 8 کشتی تهاجمی دوزیست کلاس واسپ به کار گرفته شدند و همگی آنها نیز در وضعیت خدمت فعال قرار دارند. درست مانند سایر کشتی های تهاجمی دوزیست، این مورد نیز برای لنگر انداختن در ساحل دشمن، استقرار نیروهای زمینی و پشتیبانی از آنها طراحی شده است. این کشتی با طول نزدیک به 257 متر قادر به جابجایی 2000 تفنگدار دریایی با تانک، خودروهای زرهی سبک، وسایل نقلیه نظامی دوزیست، هواپیماهای تهاجمی سبک، بالگرد، تسلیحات مختلف و ذخایر پشتیبانی است. علاوه بر این، هر کشتی کلاس واسپ مجهز به 600 تخت خواب بیمارستانی با 6 اتاق مخصوص جراحی می باشد. 2 توربین بخار به همراه 2 توربین الکتریکی سرعت 22 کیلومتر بر ساعت را برای واسپ امکان پذیر ساختند. شماره 5، ناو هواپیمابر کلاس شارل دیگل. با 261.5 متر طول، این ناو هواپیما بر نه تنها یکی از بزرگترین کشتی های جنگی دنیا و همچنان ناو هواپیما بر فعال در نیروی دریایی فرانسه نیز محسوب می شود. از طرف دیگر، شارل دیگل اولین ناو مجهز به نیروی محرکه هسته‌ای فرانسه است و از یک عرشه پرواز تأثیرگذار به طول 165 متر بهره می برد. شماره 4، ناو هواپیمابر کلاس.
این نوع توسط شرکت صنایع جنگ افزاری فرانسه به نام گروه نیوال ساخته و در سال 1963 به خدمت گرفته شد. این محصول اولین ناو هواپیمابری بود که به وسیله فرانسه پس از جنگ جهانی دوم طراحی و در سال 2000 توسط برزیل خریداری شد. بدین ترتیب کلیمنسیو با طول 265 متر تبدیل به ناو نیروی دریای برزیل شد. با عنوان یکی از بزرگترین کشتی‌های جنگی تاریخ، این ناو می‌تواند در مجموع 39 هواپیما، 22 جت و 17 بالگرد را جابجا کند. به این آمار باید ظرفیت حمل 1274 خدمه، 64 افسر و اتاقی برای 582 خدمه هوایی را نیز اضافه کرد. شماره 3، ناو هواپیمابر کلاس کوزنتسوف. با 305 متر طول این ناو هواپیمابر سنگین مجهز به موشک‌های کروز یکی دیگر از بزرگترین کشتی‌های جنگی جهان و همچنین بزرگترین کشتی نظامی ساخته شده توسط روس‌هاست. در اصل دو ناو هواپیمابر از این کلاس برنامه ریزی شد و تنها آدمیرال کوزنتسوف به مرحله تکمیل نهایی در روسیه رسید. آدمیرال که در سال 1990 به نیروی دریایی شوروی پیوست، تنها ناو هواپیمابر فعال در ناوگان دریایی روسیه به شمار می رود. این کشتی قول پیکر نه تنها مجهز به تسلیحات دفاعی و تهاجمی است، بلکه می تواند تا 1690 نفر خدمه را نیز جابجا کند. شماره 2، ناو هواپیمابر کلاس نیمیتز. بزرگترین کشتی جهان ناو هواپیمابر کلاس نیمیتز نام دارد. این کشتی به طول 333 متر و ارتفاع 23 طبقه در نوع خود یک شهر شناور محسوب می شود. نیروی دریای آمریکا 10 فروند از این ناوهای قول پیکر را به صورت فعال در خدمت خود دارد. کلاس نیمیتز توسط دو راکتور هسته‌ای A4W ساخت شرکت برق وستینگ هاوس تأمین انرژی می شود و از این طریق توانسته به سرعت 55 کیلومتر بر ساعت دست یابد. کلاس مذکور در سال 1975 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. نیمیتز و کشتی‌های خواهر آن هر کدام قادر به حمل 85 الی 90 فروند هواپیما هستند، یعنی چیزی حدود 2 برابر کشتی های نظامی دیگر. شماره 1، ناو هواپیمابر فورد کلاس. این کشتی بزرگ نخستین ناو از کلاس جدید فورد در خط تولید ناوهای هواپیمابر نیروی دریایی آمریکا محسوب می شود. از نظر مشخصات کلاس فورد شباهت زیادی به ناوهای هواپیمابر کلاس نیمیتز دارد. البته گفته نیست که از حیث تکنولوژی های روز دنیا کمتر نمونه‌ای به پای فورد کلاس میرسد. هرچند ممکن است فورد کلاس پیشرفته ترین کشتی جنگی جهان نباشد، اما قطعاً یکی از مدرن ترین ناوهای هواپیمابر فعال در دنیا است.